برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. طی مراسمی معنوی حرم مطهر و منور سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام توسط خادمان این آستان قباروبی شد. گفتنیست قباروبی شستشوی حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در طول سال و در مناسبت‌های مختلف انجام می گیرد. همزمان با اخراج اجباری صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان، فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانهایی که از پاکستان اخراج میشوند با مشکلات و تهدیدات بزرگ روبرو هستند. وی در پیامی در صفحه ایکس خود نوشته که افغانستان در حال حاضر با یک بحران بشری مواجه است و سوی دیگر هم فصل زمستان فرا میرسد. او از پاکستان خواست تا به میزبانی دیرینش به هدف فراهم آوری زمینه برای یک زندگی امن برای افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد. گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد مبنی بر کاهش 95% کاشت تریاک در افغانستان با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. شماری از کارشناسان می‌گویند که تریاک عمده‌ترین منبع مالی طالبان را تشکیل می‌دهد و در نبود زمینه‌های بدیل، کاهش با این حجم دور از واقعیت است. به گفته برخی از آنان، طالبان کاشت، خرید و فروش تریاک را انحصاری کردند و از تولید شیشه سود گزافی به دست می‌آورند. از سوی دیگر برخی منابع در شمال شرق افغانستان تصریح می‌کنند که کاشت تریاک نه تنها کاهش نیافته بلکه به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. تهذیب اسلام امام جماعت 55 ساله مسجدی در منطقه تینسوکیا آسام در هند توسط فرد مهاجمی با ضربات چاقو کشته شد. پلیس هند اعلام کرد که مظنون یک شهروند 42 ساله به نام محمد ابراهیم احمد از اهالی محل است که هنگام نماز صبح یک شنبه با چاقو وارد مسجد شده و با ضربات چاقو او را به قتل رساند. این متهم پس از به قتل رساندن وی چاقو را در محل قتل به جا گذاشت و صحنه گریخت. سپس به عنوان یک فرد عادی مجدد وارد جمعیت شد. پلیس ابراهیم احمد را دستگیر کرد و وی با اعتراف به قتل امام جماعت مسجد طبق ماده 302 قانون مجازات هند متهم به قتل شد.